بیشتر مهاجران از راه مدیترانه به اروپا میان، اما شمار مهاجران این مسیر بسیار کم شده. از ابتدای سال 2018 تا کنون فقط 59 هزار نفر به اروپا رسیدند، حالون که در سال 2015 این تعداد بیش از 1 میلیون نفر بود. مسیر دریای لیبی تا ایتالیا تا سال گذشته شلوغ‌ترین مسیر مهاجرانی بود که عمدتاً از نیجریه، گینه و ساحل آج می رسیدند. اما دولت‌های ایتالیا و لیبی توافق کردند مهاجران این مسیر را کنترل کنند. مسیر زمینی ترکیه یونان هم که زمانی سیل مهاجران خاورمیانه را به اروپا می رسوند، حالا خلوت‌تر شده. این مسیر دیگه برای پناهجویان سوری، عراقی و افغان چندان مفید نیست. اما مهاجرانی از مراکش، الجزایر و ساحل آج اخیراً از راه زمینی مراکش تا اسپانیا به سوی اروپا میان، مسیری که عملاً تا سال 2000 متروک بود. امسال 52 هزار پناهجو از راه اسپانیا وارد اروپا شدند، حالون که 23 هزار تن از ایتالیا و 30 هزار تن دیگه از راه یونان به قاره سبز رسیدند. اما مهاجران پاکستانی، افغان و عراقی و اونها که خودشون رو به ترکیه رسوندن، اخیراً با عبور از مدیترانه از مسیر اروپای شرقی و بالکان به اروپا میان. این مهاجران پیش از اون که به اروپا برسن، گاه سالها در کشورهای مختلف میمونن و بداقبالها در دریا و کویر میمیرن. هزاران تن از مهاجرانی که به دنبال زندگی بهترند از سال 2014 تا حالا در مسیر رسیدن به اروپا جان باختند.